مطالب جالب ایشون رو بشنویم که برای این برنامه تدارک دیده. بله شما سیروس شرفشاهی، روز شبتون خوش. آرزو دارم که شاد و خوش و تندرست باشید. درود دارم به کارگردان برنامه، درود دارم به برادرم مهندس و نمیدونم کی به چه بشد اونجا بود رفت یا هست محسن. این محسن نادری نژاد چرا زنین آقای شرفشاهی با این محسن فقط سفید شده. یه بچه محل منه، یعنی ما تو مشهد با این محسن You have 4 hours and 15 seconds. بعد مادر ایشونم معلم من بود. البته این محسن من مثل پسرش محسوب میشم چون یک 23 سالی از من بزرگتره. دیدم اینجاست گفتم بهش درودی بفرستم به محسن نادری نژاد با این تلویزیون چرازنینش که از اون قدیم خیلی جنجالی بود. استاد شرفشاهی حالتون چطوره قربان؟ خیلی ممنون از محبت شما. بعد نیستیم به حال هفه نفیم به قول انگلیسی و امریکایی ها. خسته نباشید. خواهش کنم. خسته نباشید واقعا این همه سال این همه تلاش خسته نباشید. خواهش کنم. استاد شرفشاهی اشاره خوبی داشتید به کارهای پرنس رضا پهلوی. من یه نکته در ابتدا بگم اون اینه که خیلی ها از این حرامزاده ها که با فرهنگ تازی نهی که بزرگ شدن 1400 ساله این فرهنگ رو در ایران در گوشت و پوست و خون مردم ما برده بودن که نسل نو و جوان آمد و این آتش زد مثل روسری ها از بین برد. این فرهنگ اندوه و غم و عذاب و سیاهی و سوگواری و سه ماه در سال و این نسل نو به ما اومد جدا از رزمی که داشت، رزم دلیرانی که ببینید در این جنبش و انقلاب اخیر داشت، استاد شرفشاهی اومد شادی، سرور، رقص، دستفشانی، خنیاگری و موسیقی رو به جامعه تحمیل کرد استاد شرفشاهی. همچنان که ما الان در سطح جهانی این انقلاب نوین رو و بازگشت شهریاری به ایران رو به جهان تحمیل کردیم، وگرنه جهان که خوبیه برای نمیخواد. مردم ایران هم به ویژه نسل جوان پیر پاتالایی که من باهاشون کار ندارم، اینو از 57 اینا قدیمی ترن، اینا 1402 سال بدبخت و بیچاره و اندوه و غم. الان این نسل نو و جوان این رقص و شادی و پایکوبی بعد از رزمی که داشتن کانون های شورشی و اینا رو زدن و درگیر و بعد جانفشانی های شکاری ها و رهنورد و کیان و اینها، حالا استاد شرفشاهی دارن با رقص و شادی و آواز و همه جا بخوان دارن این رژیم رو به زانو در میارن. استاد شرفشاهی چند وقت پیش اینجا عرض کردم خدمت نگیرم مسجدها رو جای طرب، طرب یعنی شادی آفرینی میکنن و الان کردن، الان میرن اون جاهایی که این آخونده خیلی میسوزن موسیقی دایره و غیره. و از همه مهمتر حدیث سارینا نیکای عزیزم و مهسا که اینا من اولین بار اینجا تو برنامه شما گفتیم صداشون رو پخش کردیم روزای نخست، اینا همه هنرمند بودن، همه خواننده بودن، همه میرقصیدن، هنرمند بودن. این هنرمندای ما رو که کشتن الان از همچنان که رهنوردی ها کپی شده و تکرار شده در ایران، الان همه بچه‌ها تکرار شدن و رقص و شادیش که در ایران. دو تا ویدیو داریم امروز، این رو من میخوام تقدیم کنم به یاسمین عزیزم. یاسمین با رقص قشنگ و زیبایی که توی اسرائیل داشت و ما بخشی از برنامه شون پنج هفته پیش اینجا الان برای شما پخش کردیم دیگه، همه بقیه دارن میبینن که با رقص قشنگی که در اونجا انجام داد و شادی و شادمانی، این روحانیت که سهل تمام تازیان بنی هاشم شب‌پرست که رقص و زیبایی و شادی و خوشی رو عزا میدونن و به جاش، یعنی عزاش براشون اصلا شادی بهانه ای نیست. و این که عرض کنم خدمتتون همیشه مردم بایستی در اندوه و غم باشد، این نسل نو و جوان که به من که سیاوش اوستا هستم روحیه میدن که پرشورتر در میدان بمانیم، اینها اومدن صبح تا شب کارشون همین رو. این خیلی خوبه چون پس از رزمی که ما داشتیم با این تازیان الان با بزم هست که ملت ایران نسل نو و جهان فهمیده و پشتیبانی میکنه. ما میبینیم تو خیابونا که این بچه کار رو میکنن، این پیرپاتال همونجور با ترس و دلهوره رد میشن، نیروی جوان با اینا همراه هست.
امروز دو تا ویدیو داریم کوتاه هست، یکی از همین کارهای بچه‌ای توی خیابون که الان آماده است کارگردان عزیز پخش میکنه، یه ویدئوی دیگه هست که اون رو کار یک دختر ایرانی است، دختر دوستمون همکارمون شما همه میشناسینش، نامور آزاد، دخترش یک هنرمند فرانسوی فارسی هم میخونه البته، اون بعد از این حالا اینی که الان کارگردان عزیزم آماده کرده ببینید ایران رو بچه‌ها با این گونه رقص، همونطور که یاسمن هم اونجا رقصید با افتخارم فیلمش رو گرفتن با افتخارم پخش کرد که شادی فرهنگ 7000 ساله ماست آقای شرفشاهی استاد، و ما در ایران نخستین کسی هستیم، من در کتاب آیین اوستا عکسش آوردم، 7000 سال پیش ما گروه موسیقی داشتیم، 7000 سال پیش از گیتار گرفته تا پیانو و اینا همه برخواسته از سازهای ایرانی است، از سنتور و از ستار و غیره و غیره، و برای همینه که کردهای ما که گرد هستن و ایرانی اصیل هستن زندگیشون شادی موسیقی و چه هست. این بچه ها رو ببینیم یاد بگیریم و به گونه‌ای که تجلیل کنیم از همه اونهایی که با رقص و شادی و دستفشانی این نظام رو این بار با رزم و بزم سرنگون خواهند داد. این دخترهایی که استاد شرفشاهی را اعدام کردن کشتن تو خیابون، مثل نیکای عزیزم که پس از اینکه روسریش را آتش زد حرومزاده از بین بردنش، بچه های دیگه مثل سارینا اینا، اینها همه از این کارا میکردن و میذاشتن رو صفحه اینستاگرامشون. این پوپیوزای بیشرف، این نظام پدید اینا رو تک تک نشانه کرده بود از بین برد، ولی نمیدونه که الان اینها ملتیپ شدن، تکرار شدن در صدها و هزاران. استاد شرفشاهی از مشهد و قم و ری گرفته که شهر مذهبی شونه تا تهران و تبریز و جاهای دیگه ایران، تمام کردستان ایران شده جایگاه رقص و جشن و دستفشانی و پایکوبی، چون فرهنگ ما فرهنگ شادی بوده است و هست و برقرار خواهد شد بر میهن، و ما میبینیم درخشش بچه ها ایران در خارج از کشور. این خانمی که الان میبینیم دختر خانم هلن هست، دختر رفیقم و دوست همه ما نامور آزاد عزیز، استاد امان منطقی روان شاد، ایشون به درس میداد به این دختر و به من میگفت هوستا این در آینده خواهد درخشید. استاد شرفشاهی پریشب یک برنامه بود در تلویزیون فرانسه و زن فرانسوا هولاند، یعنی که یک هنرپیشه مشهور فرانسوی، این زن فرانسوا هولاند از کنم خدمتتون که در این جلسه بود و هلن هم حضور داشت، تجلیلی که خانم جولی زن فرانسوا هولاند از این دخت آریایی ایرانی کرد در همون نشستی که الان ما یه دقیقه از همون نشست می‌بینیم که ایشون خوند، و دیگر اندیشمندان فرانسوی که در این نشست تلویزیونی حضور داشتن به ما واقعا افتخار داد، یعنی ما واقعا گفتیم درود بر فرزندان ایران، جوانان ایران که در داخل و خارج از میهن سرفرازی برای ما می آفرینند. بنی هاشم 1402 سال سیاهی، تباهی، قتل، خون، کشتار تا به امروز، امروز بچه های ما اینا و استاد شرفشاهی، همین ها ایران رو آزاد میکنن. هلن رو ببینیم بس با مهر کارگردان عزیزم. Couleur
این فرزندان ایران استاد چرفشاهی این گونه هنرمند در گیتی پراکنده هستند و اینها به زودی با افتخار و سربلندی برای یک شهریاری آریایی به ایران باز می‌گردند و ایرانی‌ها بدانند که اگر از فرزندان خودشون پشتیبانی کنند این ارمغان‌ها را خواهند داشت، اگر نکنند پشتیبانی از فرزندان خود و نیان برای تغییر در ایران همونطور که شما گفتید پشت سر محبوبان خودشون صف نکشند، استاد چرفشاهی حمله نظامی به ایران خواهد شد و در حمله نظامی به ایران، ایران میشه افغانستان، عراق، یمن و این پیرپاتالایی که الان هستن جانشان به هدر خواهد رفت و این جوانان از خارج از کشوری که خواهند رفت در کنار جوانان داخل میهن و سرزمینی رو آباد خواهند ساخت. برای پیشگیری از ویرانی و تباهی و تهاجم بیگانه به ایران مهرورزی کنید، از این بچه های خودتون مردم پشتیبانی کنید. و استاد چرفشاهی میگن مقدس فلان چیز، نداریم مقدس، میگن اعتقادات مردم احترام بذار، اعتقادات که جنگ و خون و شکستنگه و سیاهی و تباهی و چادر عبا عمامه صحراگردار انداختن رو سر زن دختر من که اعتقاد نیست، که اعتقاد از عقد میاد، از عقد، عقد از پیمان میاد، میترائیست، پیمان داریم برای آزادی، پیمان داریم برای خردگرایی، پیمان داریم برای شادی، ما پیمان نداریم برای اینکه تباهی و سیاهی. بچه ها بدونید مادر بزرگ، پدر بزرگ، عمه، خالتون، اعتقادات فاتحه، مقدس تو هستی، انسان ایرانی است، اون بهایی هموطن منه که میگیرن میکشن شکنجه میکنن، مقدس ملت ایران، دختران ایرانی آریایی هستند، مقدس برای ما رضا رهنورد هست، نیکا هست، مهسا هست، شکاری هست، همه فاتحه اینا رو بخونید، فاتحهشون ادام بخونید، نه اعتقادشون رو ما میخواییم، اونا باید به اعتقاد ما احترام بذارن. اونا از خارج آقای شرفشاهی اومدن تو سرزمین من و تباهی و سیاهی و پلیدی رو برای ما آوردن، میگن آقا تو به من احترام بذار، اعتقاد من اینه، اعتقاد تو رو نسل نو ایران به گور خواهد برد، شما هستید که در داخل من ای بیگانگان. اما تو یه داروش خان ترانه زیبای معینی کرمانشاهی عزیزم رو، بیگانه در ایران است، بیگانه، ما پیرو زرتشتیم. معینی کرمانشاهی وقتی اینو خون داد به من ترانه رو، گفت بده کسی بخونه، متاسفم که وقتی که از جان رفت داریوش عزیز خون. معینی کرمانشاهی اینا همه یک عمر دین داشتن، علی میشناختن، مذهب داشتن، با این رژیم فاسد و پلید فهمیدن که تازیان جز تباهی برای من نگوردن. استاد چرفشاهی بله، یکی از مسائلی که آدم ها تو خارج از کشور دچار شگفتی میکنه اینه که مثلا میشنویم این قالیباف رئیس مجلسه، یکی از دزدای معروف که در شهرداری تهران واقعا چقدر ثروت مردم رو بالا کشید، خونه ها و اینا رو تقسیم کرد بین خانواده‌اش و اینا، یکی از دزدای معروفی که الان آسدعلی اینو نشوندهش روی صندلی ریاست مجلس، این مرتب داره علیه در حال بیهجابی صحبت میکنه، در حالی که ما الان یه ویدیویی داریم، یه عکسی داریم که نگاه کنین که خودش، پسرش، دخترش، خانوادهش چجوری با چه راه و روشی نمیدونین، این عکساشو اینجوری داره میگرده، بعد این مرد به زنای ایران حمله میکنه که شما چرا رعایت حجاب رو نمیکنین. اول اگه تو معتقد به این مسائل هستی در داخل خونت این کار رو انجام بده، خودشون دارن به این شکل زندگی میکنن، بعد به مردم در حال توهین میکنن، میگن روسری بردار. دوران اینی که بگیم روسری بردار نمیدونم اینا واقعا گذشته دیگه، این مسخره است که افراد و حکومتی حتی آخونده هم هستن مثل قالیباف
تعدادی از آخونده دختراشون و اینا در خارج از کشور دارن با مینی جوب و در حال با بدون روسری و اینا دارن زندگی میکنن، این بر اونور میرن، بویفرند دارن. این مسخره است که شما فشار میارین هر روز تحت یه عنوانی برای اینکه مردم رو سرگرم میکنین، یه سوژه درست میکنین. الان سوژه روز زنان که آقا روسری بذار، روسری تو غیر قانونیه، نمیدونم دوران خمینی رو میارن، صحبت های اون رو میارن، در حالی که اون خمینی همون اولاش با این حجاب مجاب اینا رو میگفت همه رو فشار وارد نکنین، دردسر درست نکنین، در باید حجاب داشته باشن، ولی نه اینکه فشار بدیم به مردم و زندگیشون رو مختل بکنیم. استاد شفشیار، من این نکته در تایید فرمایشات شما نازنین بگم، اون اینه که خب من مخلص شما، من حدود 30-40 ساله که دفترم که اون شانزلیزه است و خیلی وقتا میریم تو شانزلیزه میشینیم با دوستان یا خودمون کافه میخوریم، قهوه میخوریم، مکدونالد میخوریم، چیزی میخوریم. تو این 40 سال آقای شفشیار استاد، این امشب بگم دیگه، امشب میگم چون شما فرمودید، بارها من شاهد بودم دخترای این آخوندا با زناشون، خودی آخوندا، یکی بود دو سه بار دیدم قاضی بود، آیت الله بود، عضو مجلس خبرگان بود، اینها سرلخ بچه هاشون، خودشون هم لباس ها در واده یک کلا سرش کرده، تو شانزلیزه میان قدم میزنن، تو وست وود میان، کنزینگتون لندن میرن، الواتی که میکنن، چون به اینا باید بگیم الواتی، مشروبات که میخورن، دیسکوتک هم که میرن، آزادم که تو خیابونای غرب راه میرن، بعد میان بچهای ما رو به قول شما. خب مردم پاشید غیرت ها، تا کی میخوان در این خریت باشین استاد شرفشاهی؟ اون کسی که خر میشه که سوارش میشن به همان اندازه جنایتکار کویارو سوارشه. خب شما مردم تا کی میخوان اینا رو متحمل باشین، تحمل کنین؟ استاد شرفشاهی شما از قالیباف گفتین، این و مدواقر قالیباف هم متاسفانه مثل همین مازن نادر نجات ما به جمع شدیم، او هم میشدیه با همین رئیسی هم محلی مازن نادر نجات رئیس هم به چنه اونه. حالا این مقباقر قالیباف اون موقعی که کسی نمیشناختش، هنوز مشهور نشده بود، پاسدار بود و اینا، خلبان هم چون هست هر از چندی باید پرواز انجام میداد که چیز خلبانیش از بین داره. ایشون بارها تو پاریس جز همین تیمی بود که من عرض کردم، وقتی می اومد پاریس دست دادن با زن و بچه هاش سر رو همینجور که شما دیدین راه برونه. نه الان 30 سال پیش، از 30 سال پیش مردم شما کجای کاری؟ هیچ ملتی به بیبخاری شماها نیست، از بچه هاتون بیا میدون تا این حد خر نباشین که قالیباف ها، آخوندهای دیگه همشون از دمش علی تهران، علی خامنه‌ای که مرده های شرفشاهی، ولی جالبه که با این مردنش حال دیگه امشب چون ما می‌خواستیم بزمی باشه در من بیرون دیدید آقا بچه بسیجی باشد این چاوچسکو ترتیب خامنه‌ای این بوتو این اسکلت رو خواهند داد، بچه بسیجی پاشد بهش پرید ترسیب زود جلسه چی جمع کرد رفت در جمعی که 50 نفر برده بودن تو زیر شدیدترین پوشش امنیتی. حالا وقت نیست و یعنی میخواستم بهتون میگم که از همین در همین رابطه دو تا از سردارا رو دستگیر کردن، چون اینا 50 نفر رو حسابی تفتیش که کرده بودن، هیچ 2 ماه روشون مطالعه کرده بودن، آوردن تو خونه، یکی پاشو داد زد علیه خامنه‌ای، بقیه هم آقای شرفشاهی، بقیه هم همصدا شدن باید. یعنی این بت، این مجسمه، این عروسک نه تنها خواهرش و برادرش و داییش و بچه های خودش، نوه‌هاش، حتی بشرا دخترش، بشرا دهمت تا که تو باشی بوش، بشرا آقای شرفشاهی 2 ساله 2 ساله 3 ساله باباش ندیده، یعنی میدونن باباش نیستی، یک اسکلتیه. وقت مردم شما چرا اینقدر میبخارین؟ استاد شرفشاهی از این پس وظیفه همه اینه که مردم رو، مردم خاموش رو، به قول پادشاه مردم اون اکثریت خاموش رو که اونها هستن قاتل نیکا، قاتل محسا، قاتل رهنوردی ها، قاتل بدبخت اینا که میبینین چه میکنن، چاکی میخوان ذلت پذیر باشه شما آخه. بله بله، باید مردم رو نشانه رو باید داد چرف داری، بله مردم بی بخواه.
من واقعا منم شگفت زدم که در هر جایی در هر کشوری این مردم هستن که موقعی که ظلم به درجه بالا میرسه حرکت میکنن و رژیم رو ساقط میکنن و یک رژیم منطقی جانشین رو میکنن، ولی مردم ایران این همه ظلم رو دارن تحمل میکنن، این همه نداری رو دارن تحمل میکنن، تو سطل آشغال میرن غذا برای خودشون برمیدارن و تحمل میکنن، اونو میخورن گرسنگیشون رفع بشه، ولی علیه رژیم کاری نمیکنن. اینی که 10 تا 20 تا کارگر اعتصاب میکنن میان میرن علیه حکومت هم فریاد بزنن و داده بیداد میکنن، این باید یه مسئله گسترده بشه، همه باید دست در دست هم بدن حرکت کنن. این شما این که مقصر اصلی روی کار اومدن این رژیمید. چه کسی هست که اون رژیمی ما داشتیم، اون همه مترقی، اون هم مملکت پیشرفته، همه زندگی های عالی داشتن، همه شکم ها سیر بود، همه هر کارمند ها ما سال یه بار یه ما میرفتن خارج از کشور در حال اونجا تفریح میکردن و برمیگشتن. حالا شما اون حکومت ریختین تو خیابونا، ناگهان بردین اینا رو آوردین جاش. خب باید الان هم متوجه بشین که چه زیان هنگفتی علیه این مردم شما ایجاد کردین و به وجود آوردین. حرکت کنین دیگه. بله آقای سیاوش. درود بر شما استاد چرفی. واقعا درود بر استاد چرفی. من یه نکته رو میشم اینجا بگم که گفته باشم برای همیشه. ببینید شما خودتون در امریکا سال هاست که یکی از شخصیت های برجسته اونجا هستید و میدونید که مثلا 4 نفره که میخواین دعوت کنین تو دفترتون بیان یه مقاله چیزی بنویسن، کاری بکنن، تصحیح بکنن، اگه چایی با شما بخورن مثلا 50 دلار 100 دلار هزینه‌اش، یا فردا میخواین یه تظاهرات جلوی فدرال بیلدینگ بذارین، بلندگو و اینا و کرایه کردن چه و چه و اینا 1000 2000 5000 دلار هزینه‌اش. استاد شرفشاهی، این مردم ابله اگر نمیدونن من میخوام بگم امشب که بفهمن، این تظاهرات سراسری که 6 ماه 8 ماه در سر تا سر جهان اینقدر با شکوه سازماندهی شده و میشه، اینا میلیاردها دلار روش هزینه رفته، میلیاردها دلار. شما چرا بلند نمیشین پشتیبانی کنین؟ تو داخل ایران بچه ها خون دادن، تو خارج از کشور برای شما سرمایه گذاری مالی شد، اینا حمایت جهان رو به دست آوردین، چی میخواین دیگه از این بالاتر؟ تحمیل کردیم ما شما رو به جهان و شما در خواب. خب وگرنه نابودیه دیگه، بعدش نابودیه، چون یک دقیقه اومد، یه دقیقه میاد اومد بریم دیگه، یه دقیقه اومد. استاد چرفی اندوهگین زمانه ایران خصوصا. بله بسیار ممنون از شما و در حال مطالب جالبی که در این برنامه بیان کردین. تا هفته آینده شب و روز خوشی رو براتون آرزو دارم. بابوسی اومد شبات خوزرم استاد چرفی یاد کارگردان برنامه بابوسی اومد. بسیار ممنون بینندگان عزیز.